سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه امروز مهمونمون گلنازه سلام کارون و فرهاد و فرزادم ماما سلام 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 فول هاوس دیگه اومدن بچه ها همه تو پای پر همه از توییتر اومدن همه حرف برای گفتن همه اپینیتد کامنتار رو خوندن اوه. شیر نه، شدن opinionated. اومدن اپینیته آره اینو ما همیشه اشتباه میگیم اپینیته درسته شما که آره. مسلط هستید شما بگو همه اومدن. فقط جای شهر روز خالیه شهر روز صحبت پای پوش, پوش <applause> میده یا نه آره باقا. آره بابا این بایبل میمونه واسش آقا شهر فقط هایلایت ها رو میگه سلام خیلی خوشحالم که همسایه شدیم <applause> شنیدم چه اتفاقی شهر صحبت شهر روز خیلی هم صحبت های زیادی بعدش داره و من یه نکات خیلی کلیدی هم میگه بیشترش هم در مورد این هست که کاش کاش کمتر صحبت کنیم <applause> اون روزم که اومد و بغرف کلی نکته داشت یه روزم شهر میاریم آره. اینجا جا زیاده میخوایم اینجا میخوابت بشینی فود, فود <applause> هاوس اینجا دو به خاطر رو دو. دو. <applause> میشینیم دیگه <زیجه تصفيق> یه صندلی کوچیک شهر اسم مناظره بزنیم یه چیز <applause> بزنیم استیجا بذاریم مردم بشینن بهش میکروفون رد و بدل کنیم و اینا آره مناظره جالب <applause> میشه استپای بعدی سوادو شما نداره ولی اگه تا دم بده من نکنم سوادش خوش آره دی فوش زیاد میخورم هر روز تو توییتر آقا فوش خورم خیلی رفته بالا ای. آره. از, نه از موقعی که دیگه جا. مستقیم دارم جون اسلامی بد میزنم <laughs> خیلی فوش خورم رفته بود ببین <متصف> <فهمیم>. وقتی <بار> هیت کلاب پیدا میکنی بدون که داری کار درست رو انجام میدی همیشه اینطوره ولی ای مشکل همینه اینه که همشون خیلی بی سوادن همشون مشکل املایی دارن یعنی از همشون مشکل املایی هاشون رو اینا هولن سری باید تایپ کنن از یه چیز برای تو مده من بخونم چی؟ دیشب دیدم خیلی جالب بود برام قبول سری اپیزودهای های جنبش زنان که توسط این خانم اجرا شد به شدت یک طرفه و به دور از انصاف بود خب ایشون نمونه بارز یک فمینیست رادیکال هستند که نقاب علم و عدل به چهره زدن تمام زحماتی که از سوی مردان کشیده شده در این سه اپیزود نادیده گرفته شده تا نقش زن توی کود پررنگتر نشون داده بشه مرسی یکی هم شما جواب دادی ولی نگارشش بد نبود نگارشش محترمانه بود من کامنت هایی که از اپیزود قبل نه من ما جواب بدم شاید قبلیش بوده اون بسیجی که پشت این اکانت بوده ادبیاتش درست بوده یعنی کلا اکثرا ادبیاتشون خورده فاخر هست و اونام پشت اون ادبیات فاخر سعی میکنن عقاید بسیار پوسیدهشون رو معمولا قایم کنن ولی خب دیگه اسمش جنبش یک زنانه رادیکال. رادیکال. تازه من خودم فمینیست نمیدونم از اون برم فمینیست ها به همین اصلا انگار اصلا فمینیست بودن بعد طرف یه جوری استفاده کرد انگار اون کرمه رادیکالش داله به همیشه آره. اوج بل... بعد بل... این تا... این افراد اینجاست که مثلا چه میدونم من یه اشتباهی که خودم کردم یه عکسی پخش شده بود از یه بچه ای که مثلا تو سرما بود فهمیدیم که این عکس برای افغانستان بر الان نبود و همه سری هم میگن این برای افغانستانه خب میگن اونجا رو مخش جمهوری اسلامی توش اگر که نبود که دیگه اونجا داشتن زندگی میکردن برای خودشون یعنی یه جوری طرف میگه انگار مثلا فرق داره ببخشید ما عصبانی آخر... نباید بریم سمت این مسائل ما عصبانی میشم آخه بعدم اگر عذرخواهی بکنی برای یه اشتباهی که کردی که همه ممکنه سوالت اونم میشه. اونم بدتره اونم میان بدتر گاهی اوقات ام... کلا خب نه خب آخه جای عذرخواهی جای... نبود یعنی اگر که همچین مشکلی وجود داره کشور اطرافو که همه رو جمهوری اسلامی خراب کرده یعنی یه اقتصادشون رو خراب کرده استرام یه تپه نه نه من منزر... منظورم آره. آره. نه من منظورم در مورد عکس آدم میگه آها من متوجه شدم مال ایران نبود اوکی پاکش میکنم ولی همچنان خوی سرده, سرده. آره. یعنی من اشتباه کردم همچنان خوی خوی, خوی. اه... چیز بله. ندارن بله. پتو ندارن هنوز جای در ندارن, ندارن. این هیچیو تغییر نمیده که من اشتباه کردم آه. یه چیزی ما توی فرهنگمون هست که من نمیدونم از کجا میاد وقتی میگیم یه چیزی مثلا خوبه بلا فاصله برداشت میشه که اون یکیش بده مثلا شما اینجا از حقوق زنان که دفاع کنید طرف خدا یعنی خیلی اتوماتیک برداشت کرده که خب شما مردا رو نادیده گرفتی آقا بگیم مثلا یه سری زن توی از دوران مشروطه به این ور تلاش کردن معنیش نیست که مردا نکردم ما الان داریم به این موضوع میپردازیم اتفاقا برداشت. یه چیزی که گلناس خیلی روش اشاره کرد این بود که این در کنار مرداست که اتفاق افتاد یعنی وقتی که زنا داشتن در واقع یه سری کارا رو میکردن گفتش که یه سری مرد دغدغه من و یه سری در مدرایی که اطراف اون خانوما بودن بهشون کمک کردن اینو من این جمله رو یادمه که شما گفتی آخه دقیقا واقعا هم این طور بوده به نظر من اصلا یک جامعه فکر کنم اپیزود اول یا دوم بود گفتم صدام خوبه الان عالیه آلی. رسا, اه رسا. اه جامعه در صورتی پویا هست و حالت ایستایی پیدا نمیکنه که همه با هم سوار کشتی بشن و بتونن با هم حرکت کنن اتفاقی که الان داریم تو جنبش زن زندگی آزادی میبینیم انقلاب زن زندگی آزادی و میگم اصلا به نظر من امکان پذیر نیست اتفاقی که افتاده من توی مقاله که اخیرا نوشتم در مورد دیکتاتوری همینو نوشته بودم اینکه دیکتاتوری اینطوریه که اولش حمله میکنه به آسیب پذیر ترین بخش جامعه حالا توی ایران به خصوص بخوایم صحبت کنیم زنان بودن و بعد اقلیت ها حالا اقلیت های مذهبی اقلیت های جنسی اقلیت های قومی ولی این همین تو هی بازتر میشه یعنی شروع میکنه افراد بیشتری رو یعنی این حلقه هی بزرگتر و بزرگتر میشه افراد بیشتری رو دیکتاتوری در واقع مورد حمله قرار میده و بعد چهار سال بعد میرسیم به نقطه‌ای که الان هستیم که همه آسیب خوردن از جمهوری اسلامی کسانی هم که آسیب نخوردن فقط به خاطر نزدیکیشون به مستقیما به دستگاه حکومت بوده که خود اونام اگر انشوا پیدا کنن و ریزش پیدا بکنن باز آسیب خواهند دید اصلا میگم خاصگاه دیکتاتوری اینطوری هستش و میگم یه نظر کلی منه میگم من آدما رو دعوت میکنم که یه ذره با چش بازتر به جمهوری اسلامی نگاه کنن یعنی فقط به واسطه اون پروپاگاندایی که وجود داره که الان دیگه تهشه دیگه الان رای... دیگه اینجاست ام... پروپاگاندا تو جمهوری اسلامی چیزی دیدید این نظر سنجی رو مال آره آره, آره. بگون درصد از آدمای داخل ایران و خارج از ایران نمونه برداری شده نمونه برداری چی میگن سامپلینگ. آره آمار گرفته شده آره 80 درصد آدما گفتن نه گفتن اگه امروز رفراندوم بر... سوال اینه اگه امروز رفراندوم برگزار, برگزار بشه جمهوری اسلامی آره یا نه چی میگید 80 درصد گفتن نه کی برگزار کرده اینو یه مؤسسه یه مؤسسه هست فکر می کنم که ماره عمار ملک یعنی من خوندم یه جایی که نزدیک به آقای عمار ملکی هستش همیشه آمارگیری های مختلف میکنن یه آمارگیری هم دو ماه پیش کرده بودن راجبه یه جورایی سوال در مورد سیاسی آدما بود که اونم خیلی در واقع همه عموم در موردش اطلاعات پیدا کردن اینم که اخیرا بود در مورد اینکه رفراندوم اگر که باشه همین چیزی که کارون گفت نه به جمهور رسولان می رای نمیدن 80 درصد میگن نه, نه. نخواهد بود خب اینو مگه فکر میکردیم کم یعنی اعدادشو برای سورپرایز نه داشتم راجع پروپاگاندا میگفتم اوج زورشون تازه 20 درصد بقیه نمیگن آره یه سریش نمیدانم 4 درصد نمیدانم آره اطلاعی ندارم نمیدانم 16 درصد هم مثلا میگن آره که خب همینه دیگه 16 درصد آدمای نزدیک بالای سپاهان خب دیگه اون 16 درصدی که بهشون رسیده دیگه آره دیگه همین یعنی این همه خرج کردن و زور زدن اینه عدد اینه آره یه سری اتفاق افتاد هفته پیش یکیش اینکه که مملکت رو دارن به تاراج میبرن اون طرحی که تصویب شد داره م. اموال تصویب شد شد ده... تصویبی نبود اصلا تصویبی. آقا نوشت که یعنی من فکر کردم هنوز یکی داشت <معظف> من فکر کردم یکی داشتن روش کلنجار اصلا یکی از نماینده جرأت کرد بگی آقا شما مجلس رو دور زدید ای آخر مجلس هم, هم خودش آخه اصلا واقعا استقلال دستگاهی توی داخل جمهوری اسلامی یک جوکیه که فقط و چهار سال باهاش سر ملت و گول مالیدن آخه چه واقعا استقلالی وجود نداره مجلس خودشونه دستگاه قضایی خودشونه خبرگان خودشونه ماشاءالله عریض و طویل که هست همه این دستگاه ها. این مکانیزم کار جمهوری اسلامی ها یعنی من حاسب میکنم مثلا یه کاری باید درست انجام بشه بعد نمیشه و شک میکنم که اه شد و نه اون به نظر من ببخشید اینو حرفت نه اون ببین اون از منطق کسی میاد که فکر میکنه خب درستش قرار بود این باشه و الان اگه نیست نمیخواد باور کنی خود تو انکارم نه آدم می فکر میکنه که یه درصد شاید هنوز امید هست که جمهوری یه تصمیم درست بگیره عمرش ولی نمیشه ببخشید می‌خواستم بگم این مکانیزمی که مطرح شده یادی حالا دارن انجام میدن یه چیز نرمالیه تو کشور رو دعیه هم شدم مثل یه بار انجام شده یا فقط تو ایران و کشورهای رو عجب قریب یه هم بفروشن. اینجوری بفروشن آه. اول این من جای دیگه تاریخ دیگه ای ندیدم یعنی تاریخ منظورم در تاریخ معاصر حداقل ندیدم کشورهای دیگه چرا البته مثلا خب در مورد ونزوئلا هم همین حرفا میزنن که خب به تاراج دوست. بردن دستگاه حکومت مملکتو که اونم اتهام جمهوری اسلامی مطمئن باش دخل تصرفی داشته این چلسا بیشتر شبیه این سریال های ایرانی یا حالا فیلم های ایرانی بود که طرف کلوبردار بود بعد قرار بود مثلا پنجشنبه از ایران بره کلاه همه رو برداشته بود بعد هم رو همه رو میفروخت مثلا فل... همه رو هم سرکار گذاشته بود و اینا قرار گذاشته بود واسه جمعه ولی پنج شمه میرفت از ایران این حس منه ببین به حال بزرگترین اختلاسگرها و بزرگترین جانیان این 44 سال جمهوری اسلامی بوده ما اصلا به نظر من واقعا در مورد این که چه اتفاقاتی افتاده و چرایی صحبت خاصی نمیشه کرد تو وقتی که دستگاه حکومت خودش به صورت بسیار سیستماتیک جنایت میکنه به صورت سیستماتیک مال مردم میدزده دیگه ببین از اون سازمان مستضعفین بگیر که هست همون دهه شست زندگی های مردم رو تاراج کرد تا همه این زمین های ای و زندگی های مردم مصادره کردن از روز اول اتفاقا اینا خیلی صادقانه اون کاری رو که میخواستن بکنن که دزدی بوده از جیب مردم دزدی هویت بوده دزدی اصلا فکر بوده و اینا رو انجام دادن تا همین امروز فقط هی بیشتر و بیشتر شده و بعد من فکر میکنم که بیشتر عامه مردم بهش متوجه شدن یعنی متوجه شدن که این اتفاق داره میفته آره مسئولیت قضایی هم دارن چی تر مولد سازی گفتن تر اینا کسی بودجه دارن برای سال جدید و دم عید هم از باید چیز بدن چی میگن برای عیدی اید. بدن و از این داستان ها. بعد میفروشن دیگه به تاراج میبرن راحت مسئولیت مسئولیت قضایی هم حالا بردن ها یعنی موقعی که انقلاب شد چقدر زمین خورد یعنی الان زمین قصبی اصلا یه چیز خیلی م. عجیبه در در تهران خیلی شد آره، ای، اینا زمین قصبی نیست مثلا میگه که دولت یه زمینی داره یه جایی بردنه از 44 سال پیش شد الان دیگه اینطوری که ببخشید اینجا رو بلر چیز کن بوق بذار ولی اومدیم بگاییم یعنی دیگه طرف دیگه واقعا آره یه بزرگی که اسم نمیبرم ولی بزرگ منظورم اینه که برای من خیلی آدم در واقع تاثیرگذاری گذاری هست شهر نه. نه نه چندین سال پیش واقعا مثلا همون ساله 90-91 که تازه بعد 88 اوضاع خود آروم شده بود این همه اینا که البته آتیش زیر خاکستر بود گفتش که جمهوری اسلامی یک روزی به مرحله میرسه که چون خودش همه چی و دیگه به تاراج برده منابع تموم شده دنیا بهش پشت میکنه مردم هم چیزی تو، توی اقتصاد ورشکسته بسته مردم هم نمیتونن به پیشرفتی برسن مثلا پولدار بشن گفت کم کم شروع میکنه دیگه اعضای بدن مردم میگه اوکی ایرانی ها هر کدوم دو کلیه یک قلب دو چش مم. یک دو دست دو پا و البته این اتفاق متاسفانه تو سیستان بلوچستان خیلی ساله داره میفته که آدم ها رو میدزدن و بعد میگن که اعضای بدنشون رو مم. میفروشن این،, این اتفاق یعنی واقعا کره شمالی یعنی اصلا روی هرچی چی دیکتاتور سفید کرد خدایی سفید کرد یه اتفاق دیگه که افتاد رفتن عکس گرفتن با یه سری دختر بچه که فکر کنم این در هر کشوری میتونست جرمه دیگه. علاقه علاقه علاقه. علاقه. اینجا شما بخوای با بچه های کوچیک سر بزنی باید بری اجازه پدرماد واقعا اجازه هیچی نه آقا باید بری درسشو بخونی آه. آره آره بعد ما جوز ما درسشو خوندن نگران نباش بله علما اینجا اینجا تمام روحانیون تمام چیز احساس میکنم تمام ادیان <تصفح> بله بله ادیان کلا <تصفح> دقیقا چی بود گفت درو به من چیزو <تصفح> تو همیشه تعریف میکردی تو تعریف میکردی فکر نکنم <تصفح> من دو تا خاک نکن آها رو بلدی آره میگفتش که دل به کار بده خاک نکن آره خیلی عکس منزجر کننده شاید وقت مناسبی باشه در اومد که رفته وسط یه سری بچه دختر یعنی دختر بچه کم سن و ساله با چادر و هجاب کامل و اینا نشسته این تعریف این قول خارجی ها بله. تکست بوک دفنیشن پروپاگانداه بعد اکسای مشابه رو هیتلر اکسای مشابه رو هیتلر داره رهبر کره ش... شمالی آره داره شنگ. دیگه کی من همین دو تا دیدم که مقایسه کرده بودن آره خیلی هم شبیه بود اصلا این شباهت آره. خیلی کره شمالی آره کره شمالی که اصلا گریه می‌کردن دخترها احساس می‌کنم اونو گذاشته بودن گفتم بچینید یعنی این میشه واسه بقیه آره, آره. آره. اینا آرزوشونه مثل کره شمالی میشد ایران دیگه دیر شروع کردن به بستن کشور یعنی وقتی اینترنت اومد و نتونستی ببندی دیگه دیره بعدم فکر میکنم نسل جوانتر خودشونم دوست داشتن کما اینکه خب مثلا ببین دهه 60 مثلا مدل زندگی سران حکومت یا کسایی که توی حکومت بودن خیلی فرق می‌کرد اینا میخواستن اون ساده زیستی و اون مثلا مستضعف پروری و اینا رو خیلی تبلیغ کنن بگم ما خودمون تو همون شرایطی نسل جوانترشون دیگه نه میخواستن از همه امکاناتی که اون پول دزدی مملکت بهشون میداد استفاده بکنن برن دنیا رو ببینن لباسای گرون بپوشن ماشینای گرون سوارشن و این حرفا دیگه نشد چون خب در مملکت رو ببندی اونا هم نمیتونن این کارا رو بکنن دیگه فکر کنم این قسمتش هم اینه <applause> دیگه چه اتفاقی افتاد قبل ضبط داشتیم راجب اون یه رشته توییتی منتشر شد که در واقع سابقه رضا پهلوی رو نوشته بود رزو شو ما حالا تو بحثایی که بین خودمون میکردیم من از بچه ها می پرسیدم که مثلا این در گذشته چه کارهایی انجام داده بعد حالا امید سلام امید سلام امید این یه اون رشته توییت هیکستر رو اولین بار امید برای من فرستاد که یه هفتش تویت توییت بود سابقه رضا پهلوی رو توش نوشته بود رزومه کاریشو بعد من رفتم توییت رو خوندم خیلی هم تلاش کردم که با ذهنی باز و بدون پیشتاوری رو بخونم بعد توییتا رو که خوندم آخرش از امید پرسیدم که خب تو برداشتت از این رشته توییت چی بود چون من خودم یه برداشتی رو کرده بودم ولی نمیخواستم سری نظرمو بگم دوست داشتم اول نظر اون رو بشنوم بعد یه توییتی برای من امید فرستاد گفت نظر من رو مثلا این توییت نوشته که مضمون اون توییت این بود که این کسیه که پا پیش گذاشته از بین اپوزیسیون الان اه. بعد الان خب برداشت خودم رو میگم من رشته توییت رو که خوندم برداشتم این بود که یعنی نقطه ای که خیلی بلد بود خیلی بارز بود توی اون رشته توییت برای من این بود که این از روز یک جمهوری اسلامی مخالف جمهوری اسلامی بود <تصفح> یعنی هیچ جایش مثل ماها به اصلاحات باور نداشت <تصفح> این نکته بلدش بود برای من به جز این موضوع من فعالیتی ندیدم که تأثیر گذار بوده باشه تو چشم من به جز حالا اون یه سری مصاحبه انجام شده یه سری حالا کتاب نوشته شده یه سری مقاله اومده بیرون من ولی فعالیت تأثیر گذار ندیدم بعد تو طول اون روز من هر بار که رفتم توییتر دیدم خب آدم های زیادی بودن که نظر مشابه من داشتم و معمولا لفظ این بود که هیچ چیزی مثل این رشته توییت نمیتونست رزومه رضا پهلوی رو نشون بده که چیز خاصی توش نیست حالا اینجا ما نیومدیم مثلا در واقع کسی رو بکوبیم یا بخوایم خیلی صریح نظر خودمون رو اعمال کنیم ما چون توی این جمع نظرات مخالف داریم گفتیم شاید بعد نباشه یه زرم توی اپیزود صحبتش کرده بودیم گفتیم شاید بعد نباشه که این راجبی به مسائل صحبت کنیم به نظر شخص من این آدم خب الان ما بهش گوش میدیم و ما این رو میشناسیم صرفا به واسطه بابا و بابا بزرگش من توی رزومه این آدم چیزی رو نمی بینم که اون رو در واقع شایسته این موضوع بکنه که مثلا آدم‌ها ها بخوان 500 هزار نفر تا الان اگه شبه نکنم اون پتیشن رو انضا کردن این نظر منه بعد یه حالا یه سری آرگومنت جالب هم اینجا مطرح شده یکیش اینه که میگن که فرض کنید همین امروز انقلاب بشه بعد حکومت بیفته جمهوری اسلامی 44 سال بعد مشتبه خامنه ای بیاد و آدما مثلا شروع کنن که باش بیاد کردن آدما میگن این مشابه اونه بعد آرگومنت مخالفی که مطرح میشه میگن که رضا پهلوی اون موقع تو کشتاری که پدرش انجام داد دست نداشت ولی مشتبه خامنه ای الان اثبات شده که دست داره این خب ولیده از طرف دیگه میگن که رضا پهلوی اومده گفته که مثلا دنبال رو افکار پدرش نیست و اون مدل حالا نوع حکومت رو اصلا نمیخواد دنبال کنه جلوی این موضوع حرفی که مطرح میشه اینه که این توی کتابش به این موضوع اشاره کرده حالا با صحبتی که با گلناز داشتیم ظاهرا سراحتا این رو اشاره کرده که در واقع مخالف اون موضوعه ولی از اونورم حرفی که مطرح میشه خب دنبال روهای سفت و سخت این آدم کسایی کسای هستند که سلطنت طلبند و حکومت مشابه بابا و بابا بزرگ این رو خیلی میپسندند و رضا پهلوی توی هیچ جمعی که اون آدما بودن نمیتونسته به سراحت بگه که من مخالف نوع حکومت پدرم هستم این دوگانگی که وجود داره برای منی که از بیرون به موضوع نگاه میکنم و هیچ علاقه به سلطنت نداشتم و نخواهم داشت و باور دارم که این آدم صرفا به خاطر بابا, و بابا و بابا بزرگش اونجاست این دوگانگیه برای من مطلوب نیست این رو به عنوان گزینه مناسب جلوی چشم من قرار نمیده من این چند تا چیز میتونم آره. بگم یه چیزی که حالا من من از الان بگم واقعا سوادش رو شاید ندارم و دارم فقط سوال میپرسم توی توی خیلی از اپیزودام گفتم من اصلا آدم خیلی جمله کلیشه ایه، ولی واقعا اصلا سیاست خوشم نمیومد به واسطه این اتفاقهایی که افتاد افتادم توی این موضوع چقدر آدم یعنی آدم بودن که مثلا آدمهای معروفی بودن آدمهایی بودن که سرشون به تنشون میارزیده ولی ما از پسر و بچه هاشون مثلا از بچه هیچ خبری نداریم میشه میگم یعنی فقط به واسطه اینکه طرف پدر و پدر بزرگ معروفی داشته و مثلا شاه بوده شاید این نیست که ما اینو میشناسیم شاید واقعا خودش هم توی سرزبون ها مونده خودش هم میشه میگم توی این چهار سال گذشته همیشه اسمش بوده یعنی و این نگه داشتن اسمت به عنوان اپوزیسیون حالا هر چیزی میگم میخواد بیاد بشه پدرش میخواد بیاد یه دیکتاتوری دیگر رو را بندازه این اسمش بوده یعنی همین که اسمش رو تونسته بالا نگه داره به نظر من فقط به خاطر پدر و پدر بزرگش نیست که ما میشناسیمش من یه چیز بگم و اینا از ایران که رفتن خب میلیون ها دلار پول با خودشون بردن دیگه پولی که پول مردم ایران بوده و تو وقتی اونقدر امکانات و سرمایه داری به نظر من میتونی حرکات واضحتری انجام بدی اگه واقعا دلسوز مردمی اگه خودتو صرفا وارث اون نوع حکومت میدونی و دلیل اینکه از روز یک با جمهوری اسلامی مخالف بودی اینه که خب این میدونیم تهش به چی منجر میشه تهش به دیکتاتوری منجر میشه اگه واقعا دلسوز اون در واقع مردم ایران هستی به نظر من میشه از اون منابع استفاده بهتری کرد نظر شخص ببین تو تئوری قشنگه حالا من حرفی که میزنم از زمانی اینکه ما فکر میکنیم که توی کاغذ آدم تو این سری کار خیلی بهتری انجام بدن چه بسا که ما خودمون مثلا پادکست خودمون مثلا فکر کردیم که کارهای بهتری میتونیم انجام بدیم ولی اومدیم توش نشستیم سعی کردیم خیلی سخت بود این کاره <تصفح> این اینو همیشه در نظر بگیریم که آدما شاید یکی جمله به حال شما میگم میگه که این آن چیز بود که میتوانستیم نه آن چیزی که میخواستیم <تصفح> این یه نکتشه یه زی دیگه هم که هست اینه که ماها میگیم که برای ما مطلوب نیست و واقعا و اینم درسته و واقعا شاید برای ما مطلوب نباشه ما یه مدل دیگه از حکومت رو میخوایم ولی هیچ وقت نمیتونیم دیسکاونت کنیم اون در واقع مدل حکومتی که یه سری آدم میخوان و سلطنت طلبیه مثلا طرف میخواد پادشاه داشته باشه اشتباهه من نمیگم درسته ولی اگه مجوریتی یه کشور یه همچین چیزی میخوان اگر که من بیام بگم نه نمیشه منم از اومدم دیکتاتوری میکنم دیگه من چی میگم یعنی اگه یه سری آدمی که با یه عقبه اومدن پدر و پدر بزرگ طرف دوست داشتن سلطنتش رو دیدن یا یه سری داکیومنتری دیدن دیدن با حاله مثلا احساس کردن جالبه اون قدم دانش نمودش ندارن ولی اگر که میخوانش ما بعد به اونا اجازه بدیم که آقا شما اگر که میخوای سلطنت طلبی باشه همون جوری که من میخوام جمهوری خواهی باشه همون جوری که یه نفر دیگه میخواد یه دیگه باشه هممون بتونیم صحبت بکنیم و دیسکاونت کردن و مثلا کوبیدن اون طرف که نماینده یه سری آدمه که من نمیدونم تعدادشون چقدره میتونه ده نفر باشه میتونه ده میلیون نفر باشه اونم به نظرم یه ذره هارش ما خیلی سریع میخوایم یه،, یه،, کسی که با افکار خودمون مخالفه رو میخوایم دیسکاونت مثلا میخوایم بگیم که آقا این سوادش رو نداره حرفش نداره مثلا رو نداره ولی خب یه سری هستن که به طرف باور دارن دیگه شما من یه چیز دارم انگل... آره باست. 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 باست چیزی دارم اه... <applause> اگر بگو بگو نفسم گرفت دوباره صحبه <applause> اه... یه <applause> اه... مطلبی که هست اون آدم ها الان پس نماینده ای ندارن آدمایی که سلطنت طلبن نماینده ای ندارن چون تقوی گفته رضا پهلاوین اصلا نمیخواد شاه بشه پس اون آدم ها باید برن دنبال نماینده بگردن یه <applause> اه... مشکلی که من کلا با مفهوم آقا این آدم ها به خودشون نمیگن سلطنت طلب میگن ما مشروط خواهیم یه باگی که این تو هست مشروط خواهی یعنی چی یعنی یه پادشاهی باشه ما تازه بخوایم بریم مجلس رو وارد قضیه کنیم که مجلس قانونگذاری انجام بده ما الان اصلا پادشاهی نداریم مشروط خواهی در الان باگ اینه یعنی اینکه ما اول بریم یه پادشاه بذاریم بعد بریم بجنگیم کشته بدیم که مجلس بیایم بذاریم روش که بشه مشروطه این این رو من نمیفهمم اه... مطلب بعدی که میخواستم بگم که الان یادم نمیاد اه... یادم نمیاد همین هم, هم من هم دو تا من, من یه می سوال میسم می بپرسم ببخشید گلاس نه خیلی خوبه شما ببین حالا به عنوان کسی که حالا خیلی سواد سیاسی نداره اگه که بخواد چهار نفر نشاستیم اینجا بدون سواد سیاسی نه, نه ما هم میذاریم واقعا گل نازیم نه ما همتون خوب سواد سیاسی منم سواد سیاسی ام الان در متن همین جنبش دیگه رفتم دنبال تاریخ ولی حالا صحبتی که کارون داشتی میکردی حالا این این نقطه نظر هست رضا پهلوی چه کارهایی میتونست بکنه یا چه حرکتهایی میتونست تو این چندین سال بزنه که بشه واسه یه آدم معمولی که تو جامعه است ملموس باشه بگه اوکی پس اگه این کارو میکرد این فعالیتو میکرد میتونست تو رزومش نقطه قوتی باشه نمیدونی میخوام یعنی, بخوا... یعنی میخوا اون اون ورش کسایی که کار کردن چی کار کردن آره نه خ... یا مثلا چجوری خودش خودش شفت... میشه آره مثلا تو مقایسه هم نه خودش, خودش،, خودش، کاری چه, چه جمله کارایی میتونست بکنه که بگه اوکی من این قدم ها رو پیش این هم آره این هم حالا موفق بوده یا نبوده ولی اینیوی در صورت یه, یه کاری کرده ببین خب اگه من جواب این سال رو بدونم که خب خودم میرم اون کارا رو انجام میدم من میشم اون آدمه <applause> ببین این آدمی که هم منابع مالی داره هم کلی مشاور دورشه هم بالاخره یه سری ساپورتر داره تو وقتی این منابع رو داری مدیریت یعنی همین دیگه مدیریت یعنی بعد از منابع استفاده کنی برای رسیدن به هدفت تو وقتی این منابع رو داری انتظار اینه که کاری ورای این که با چهار تا خبرگزاری مصاحبه کنی انجام داده باشی حالا الان ببین حالا لفظش است اکسیس باشه میگن قهت و رجاله موفقیت جمهوری اسلامی تو این بوده که انقدر مخالفاش خوب سرکوب کرده که قهت و رجاله آدم اسلامی که تو ایرانن که همه رو کرده تو زندان خارج از کشورم خب فعالیت حالا فعالیت‌ها انجام شده ولی شاید اونقدری به روز نشده انقلاب انقلاب 57 دارن خارج از کشور فعالیت اونها اون اونقدری به روز نشدن ولی مثال میزنم مثلا کاری که مسیح علی نجاد می‌کنه رو من به مراتب بیشتر تقدیر می‌کنم حتی خیلی وقتا خودم مخالفش بودم ولی بیشتر تقدیر میکنم به خاطر اینکه این هر روز داره با چهار تا خبرگزاری مصاحبه میکنه داره به گوش مردم دنیا میرسونه میره با مکرون صحبت میکنه حتی اینکه رو اونم خیلی اختلاف نظر بود که شاید یه آدم دیگه باید میرفت و اینا کاری با اون ندارم اینا کارهایی که به چشم میاد این یه مورد این مورد سیاسی نیست کاری که حامد اسماعیلون کرد ولی خواستش این بود که آقا جمهوری اسلامی رو ببره تو دادگاه و ببینید چی کار کرد توی دنیا توی این سه سالی که گذشته بالاخره چند تا راه بزرگترین راه بیمایی شاید شاید که بزرگترین راه ایرانیان خارج از کشور انجام داد شاید تو همه ملیت‌های های دیگه بزرگترین بوده باشه سازماندهی که کسی مثل حامد اسماعیلون داره می‌کنه با منابعی که نداره منابعش که قابل مقایسه با منابع رضا پهلوی نیست این خیلی حرکت بزرگه یعنی این چیزی که به چشم من میاد به چشم من حامد آدم آدمیه که برای خواسته‌اش رفت توی مسیری که هیچ اطلاعاتی راجبش نداشت، هیچ سوادی نداشت راجبش رفت و به یک کاراکتر بارز تبدیل شد که وقتی حرف میزنه من دوست دارم حرفاش رو گوش بدم. حتی اگه باب میل من نباشه ولی آدمی که فکر میکنه و حرف میزن این میشه کاری که در واقع مسمر سمره یعنی این آدم رو داره به هدفش نزدیکتر میکنه ما هیچ کدوم حامد اسماعیلی رو نمیشناختیم به واسطه کارهاش ما حامد اسماعیلی رو, رو میشناسیم به واسطه کارهای مسیح علی نجاد ما این آدم رو میشناسیم نازنین بنیادی رو میشناسیم رضا پهلوی من به واسطه کارهاش فکر نمی کنم این رو میشنسم. خیلی دیگه هم به نظر من همین حالت امه. و اینکه حالا این دیگه یه ذره به جوک داره تبدیل میشه اینا سلطنت طلب تلاش کردن یه چند جا حالا گرد همای راه بیمایی داشته باشن ولی خب اصلا قابل مقایسه با کاری که توی برلین و حالا استراسبورگ و اینا انجام نشد بعد الان برای این داستان این راه میمای لس آنجلس که یه فوریه همزمان با 22 بهمن آره این قرار نبود لس آنجلس باشه حالا به جوک مطرح میشه که اینا در واقع هی فراخان دادن سلطنت طلبا نرفتن یعنی کسی جمع نشد الان فراخان رو بردن پیش سلطنت طلبا حالا لس آنجلس اگه مرکز سلطنت طلبا بدونی این سری دیگه پردن گذاشتنش لس آنجلس این حالا جوکه ولی که <تصحنت> میاد آره شما بفرمایید من طولانی میشه اگه ام من از اول اول چیزایی که گفتیم خوبه یادت میمونه من باید درجا بگم وگرنه یادم میره نه حالا منم احتمالا خیلی پس و پیش یادم مونده اول اولش در مورد مقایسه صحبت کردی اتفاقی که همین الان افتاد اینکه ما ایرانی ها این عادت رو داریم و به نظر من هم ما این عادت رو داریم ما کارهای آدم ها رو در مقایسه با دیگری همیشه نگاه میکنیم ما آدم ها رو اون, اون چیزی هم که گفتی اولش که آدم ها رو میکوبیم برای اینکه یه نفر دیگر رو ببریم بالا دقیقا به خاطر اون مقایسه هست یک فرد و ما هیچ وقت به عنوان خودش گذشتش چی بوده حالش چیه در آینده ممکنه چه کار بتونه بکنه نگاه نمی کنیم. حالا کاری که من چیز نمی کنم اما به چالش نمی بکشید ولی کاری که الان خب بین صحبت خود هم اتفاق افتاد جایگاه مردمی م... مسیح علی نجاد حامد اسمایلون و نازن بنیادی رو با جایگاهی که آیا رضا پهلوی داره یا نداره مقایسه کردیم خود شخصش رو باز به خاطر کاری که خودش کرده مقایسه نشد که حالا میخواستم فقط این نکته رو بگم که فکرم نمی کنم فقط این کاری که ما ایرانیا می کنیم همه یادما اصلا باز فکر می کنم یکی از منش انسانیه که در مقایسه با دیگری یه رزومه رو نگاه میکنن من فکر می کنم یه رشته توییت هم با هم در موردش صحبت کردیم که راجع به همین جایگاه مردم یا جایگاه موروسی که چند هفته پیش نوشته بودم من خودم به نظرم میاد که حامد اسماعیلیون مسیح علی نجاد نازنین بنیادی نازنین نور خود علی رزا خوندی همه این افراد داره جایگاه مردمی الان دقیقا با حرفت موافقم به خاطر فعالیت هایی که این مدت کردن حالا به حال یادمون نره مسیح علی نجاد هم تو این دوره تبدیل به مسیح علی نجادی شد که مردم میرن واسه آرزوی سلامتی میکنن یادمون نره که چه فوشهایی بهش میدادن ده. چه... هفته اوله بله جشن گرفته شد سر اون ماجرای اینکه برادرش دستگیر شد آدما بهش حمله کردن که حقت بود بر همین اون رزومه ای هم که مسیح علی نجاد تونست برای خودش بسازه یک شبه اتفاق نیفتاده مطمئنن و اونم خاکش رو خورد یعنی اون حملاتی که بهش شد که من فکر میکنم که ماها به عنوان مردم عادی تازه یه قسمت خیلی کوچیکش رو میبینیم اون حرفایی که به گوش خودش میرسه حمله هایی که به خودش میشه و اینا حتما یه چیزی هستش که ماها نمیبینیم من فکر میکنم همین تا یه حدی برای بقیه کسانی هم که اسپوردن وجود داشته مثل حامد اسماعیلون علیرضا خوندی که همین هفته پیش بهش کلی حمله شد برای همیشه آدمای سری موافق دارن سری مخالف راجبه حالا رضا پهلوی من اینا رو دارم میگم چون الان راجبش صحبت شد راجب رضا پهلوی من خودم براش جایگاه موروسی قائلم به خاطر اینکه به هر حال مشخصا به خاطر اینکه اسم فامیلش پهلوی هست و پدر و پدر بزرگ جفتی یه جایگاه مهمی توی ایران داشتن اسمش همیشه به عنوان یک گزینه هست قبل از اینکه زفتو شروع کنیم راجع به همین مسئله رشته توییت که صحبت بود و رزومه کاریش حالا این جملهمو رو میخوام تکرار بکنم قبول دارم حرف تو به نظر من منابع مالی داشته منابع مردمی نمیدونم چقدر داشته من نمیتونم یعنی من ام... کسانی که خارج از ایران بودن تو به خصوص سالهای دهه نوت دهه نوت میلادی نمیدونم که از نظر آماری چه جمعیتی بودن که میتونستن درایو بکنن کاری رو که مثلا رضا پهلوی میخواسته بکنه ام... من خودم همیشه سعی میکنم که فعالیت های آدم هم تو متن اون بره زمانی که وجود داشتن نگاه کنم ببین به هر حال دهه است که حالا برسیم بهش میپردازیم امروز اگه برسیم, اگه برسیم بهش میپردازیم امروز اولا که یکی از سیاه ترین به نظر من دهه های موثر ایران بوده خیلی دلایل زیادی ولی فکر میکنم که دیگه خود جنگ یکیش و همه اتفاقاتی که در درون دستگاه جمهوری اسلامی میافتاده و بعد دهه هفتاد شمسی و حتی تا اواخر دهه هشتاد مردم اکثرا به تغییر در درون خود جمهوری اسلامی قائل بودن خب من به نظرم تو منابع مالیت اصلا بی نهایت باشه اون منابع مردمی رو اگه نداشته باشی اگه مردم باور نداشته باشن به اون کاری که تو میخوای بکنی فایده هم نداره کما که, که من از اون رشته توییت برداشت خودم این بودش که خب رضا پهلوی از روز اول مخالف جمهوری اسلامی بوده دلایلش هم مشخصه درکم میکنم که چرا هیچ وقت به اصلاحات قبول ند... باور نداشته خب اینی که حرفش برشی نداشته اینی که صداش اصلا به داخل ایران نرسیده یه بخشش برمیگرده به اینکه چقدر اصلا این سخنرانی ها خیلی اصلا نمیدونستن که از همون موقع خروج از ایران این آدم شروع کرده به مثلا نقل زدن و به اینکه مثلا با این گروه وصل بشه با این مثلا سیاست مدار دیدار بکنه الان تو این یه ماه اخیر خیلی اطلاعات پیدا کردن چون نبود رسانه نبود رسانه در دستش نبود که صداش به گوش مردم ایران برسه مهم. تا دیگه دهه 80 شمسی به نظر من که این تلویزیونای های ماهواره ای اومدن و حالا یه مقدار باز کسایی که پیگیر بودن که ببینن اصلا چه بلای سر سر سلطنتی اومد خود رضا پهلوی داره چی کار میکنه و من با اکثر کسایی که صحبت میکنم چه مخالف چه موافق هیچ کدوم از کتابایی که رضا پهلوی نوشته نخوندن من خودم البته پراید نمی کنم که من خوندم منم به خاطر اینکه میخواستم بدونم رفتم خوندم اینجوری نبود که بگم من حتما بعد این کتابو بخونم ببینم چی نوشته شده ولی حالا کلیت حرفم این هستش که به نظر من الان وقتی که دیگه رزومه هر کسی رو نسبت به خودش نسبت به جایگاهی که اون زمانی که اون فعالیت رو داشته می کرده بعد نگاه کنیم و این مقایسه توی رده های بالا اتفاق افته توی همین بین خود ماهایی هم که یه فعالیت هایی داریم سعی می کنیم بکنیم اتفاق افته که همش مقایسه است نه تو این کار رو کردی نتیجهش بهتر بود فلانی کمتر کار کرد نتیجه نداد هر کسی به حال نسبت به توانمندیاش اون جایگاهی که داره و اطرافیان هم بهش اجازه میدن که پروبال بهش میدن میتونه نتیجه از کارش بگیره من حالا کلیت حرف هم این بود من بگم کسی راجع اون مقایسه کردنه این مدلی که مغز انسان کار میکنه یه تحق... تحقیق نه. یه داستان جالبی هست یکی اومد یه ماشینی اختراع کرد یه دستگاه اختراع کرد فکر کنم نون ساز یه چی توی مایا نون ساز شنیدید اصلا نه،, نه 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 نون ساز نون نان بله نان, آره نون درست می اولین بار که تو دنیا چیز شده اینو میده تو بازار و اینو هیچکی کی نمیخره هیشکی اینو نمیخره یه قیمتی هم روش میذاره بعد میره پیش حالا این اساتید مارکتینگ و اینا میگه مثلا این خیلی دستگاه کاربردیه چرا هیچ فروشی نداره براش توضیح میدن که آدما ماها وقتی یه مفهومی رو میبینیم یه کالایی رو میبینیم هر چیزی هیچ ایده ای از ارزش اون کالا نداریم ما ایده رو وقتی پیدا میکنیم که می میکنیم با یه کالای دیگه بهش هندوز. میگه که تو برو دو مدل از این تولید کن یکیش مثلا نونساز کوچیک باشه یکیش مثلا دو برابر اون سایز داشته باشه یکیشو بذار مثلا 100 هزار تومن یکیشو بذار 150 هزار تومن اون موقع آدما چون میتونن مقایسه رو انجام بدن مثلا میگه که این 100 تومنه این دو برابر اینی مثلا باید بشه 200 تومن حالا که 150 تومنه پس این بهتره ما آدم ها من فعالیت رضا پهلوی رو همینجوری ببینم هیچ ایده ندارم که این فعالیت خوبه یا نه ولی وقتی فعالیت کسی مثل حامد اسماعیلون رو میبینم حجم کار رو مقایسه میکنم و در نظر میگیرم که چه منابعی در اختیارش بوده اون موقع یه گزینه خوب به من میده که میشه یه همچین کاری انجام داد ولی این با این منابع این کار رو انجام داده حرفت کاملا درسته آدم ها قابلیت هاشون متفاوته کاری که مثلا فعالیتی که شما برای این انقلاب میکنی با فعالیتی که من میکنم فرق داره نتیجه هاش فرق داره به واسطه حالا توانایی آدما. ها. اصلا بحثی توی این موضوع نیست بحث اینه که اگه ما یه نفر رو آوردیم بالا با که حالا لفظ وکالت تو ذهن من شبیه بیعته اگه یه نفر رو آوردیم بالا اون یه نفره نباید بهترین این مجموعه رفا. باشه اگر این اتفاق بیفته اگه حجم کاری که داره انجام میده با دانستن این که منابعی که در اختیار داره به مراتب بیشتر از همه آدمای دیگه است کوچکتر از حجم کار مثلا حامد اسماعیلیونه توی ذهن من که دوست دارم شایسته سالاری تو دنیا باشه اینه که آقا حامد اسماعیلیون مثلا باید جایگاه بالاتری داشته باشه تو این موضوع و به صورت کلی من خیلی مخالف این موضوع هم که به آدم ها ارزش و جایگاه داده بشه صرفا به خاطر چیزی که خودشون توش دخیل نبودن ام. حالا اگه ضبط نبود من یه لفظ دیگه ای به کار می بردم اینجا نمیشه اون لفظ رو به کار برد این مشکل رو ما از بچگی تو ایران داشتیم آقا رفتیم دانشگاه یه سری آدم ها اومده بودن دانشگاه چون مثلا فرزند شهید بودن چون باباشون هیئت علمی بود نمیدونم میرید بانک وام بگیری یه سری بانک بهشون وام مدل دیگه ای میده چون مثلا بچه سپاهی هن. چرا اون آدم که از من شایسته تر نیست و توی حکومت منم باید بتونم این توان رو داشته باشم که برسم به اون بالا به واسطه اینکه من شایسته من نویا نه من. به واسطه اینکه شایسته نه به واسطه اینکه مثلا بابای من کی بوده یه چیزی هم که راجب حرفی که ایمان زد که باید اون آدم و نماینده داشته باشن حتما باید نماینده داشته باشم. من پیشنهاد میکنم حالا اگه حوصله نداریم بریم مثلا مدل حکومت های سیاسی اروپایی رو ببینیم چون به نظر من اونها خیلی پیشرفته‌تر از آمریکا سریال برگن رو ببینید این ساختار سیاست راتن تومیتوش صد درصده یعنی تمام منتقدایی که این سریال نگاه کردن بهش گفتن که این سریال خوبیه اون در رابطه با خانم نویبرگ اگه شما کام فامیلیش درست گفته باشم شخصت حقیقی نیست فیکشناله ولی نخست وزیر دانمارکه ببینید اونجا حزبا چه کار میکنن در واقع این جوریه که مثل خیلی کشورهای دیگه آدما را... یه سری حزب وجود داره از حزب دست راست افراتی هستش که نمیخواد هیچ مهاجری بیاد و ترامپ تور دیگه نمیدونم همجنس گرا نباید حقی داشته باشن نمیدونم اینم هست اله. اینم گفت آره حالا اون رو بذار کنار از اون هست تا حزب مثلا خیلی چپ مثلا سوسیالیست تور این رنج رو کاور میکنن این خانم مال حزب مادرته میانه رو هست میانه روه و اصلا اکثریت رای اکثریت رو هم نمیاره توی انتخاب ببین اینجوریه آدما به اینا رای میدن به تعداد رای که آوردن به اندازه حجم رای تقسیم بر کل نماینده پیدا میکنن توی مجلس اگه یه حزب اکثریت مطلق رو داشته باشه نسبت به یک میتونه دولت رو تشکیل بده اگه نداشته باشه باید بره ائتلاف کنه با احزاب دیگه و اتفاقی که تو کانادا الان افتاده توی کشورهای مدرن این اتفاق میفته دیگه اه... و این آدم اصلا اکثریت رو هم نداشت حزبش ولی هنرش این بود که اومد اینا رو در کنار هم قرار داد هم. یه ائتلافی به وجود آورد که بزرگتر از ائتلافهای بقیه بود ببین حالا یه که من دارم اه... اول دو... چند تا چیز من بگم یکیش برمیگرده به این که میگی چقدر منابع داشته من اینو از یه داکیومنتری که جمهوری اسلامی ساخته کوت میکنم پس تیک به سالت یه ذره ممکنه عدد پایین تر باشه چیزی که میگفت میگفتش که معارض موقعی که میخواست بره مثلا هاپ ما بخره برای مملکت مثلا میرفت اردر میذاشت ده درصد اون پولی که میداد و برای خودش بر یعنی به عنوان حالا ما بگیم دلال یعنی مثلا یه فی برمیداشت برای نگوشیشنی که کرده برای کاری که کرده اون پولا رو برمیداشت که به نظر من فره اگه واقعا ده درصد باشه که اگه جمهوری اسلامی که ده درصده احتمالا کم تره این،, خب. این به نظر منی که حالا چه میدونم توی یه سری از دیلای بیزنسی بودم به نظر من, ف... من حاضر بودم یه نفری هم چون مثلا یه همچین پولی رو برداره ده درصد حالا هر شرکی هست میگم فقط به خاطر که جمهوری اسلامی اگه من و تو میگفت ده درصد میگفتم یه احتمالا سی و پنج درصد بوده و اون موقع مثلا شفر این یه موضوع شاید طرف واقعا منابع مالیشو اینطوری درآورده و بعضی از آدمایی که توی اون هم به نظرشون میاد که اون فر بوده آخه اونم نمیتونه خیلی درست باشه دیگه چی پول ما... پول مردمت نمیتونی از اون ببین ولی تو برای یه برد. کاری داری انجام میدی دیگه برای, برد. برای برد. یه کاری که چه وظیفه‌ای داری و خب کار رو انجام میده چون باباش کودتا کرده اون اونجا بوده دزدیده رفته دیگه اینو که من اصلا قبول نمیکنم که چی که طرف میتونه یه پولی برداره اون اونجاست چون باباش کودتا کرده دیگه حرف من اینه تو اون اصلا حجم پولی عدد عددشو میدونیم یه 160 میلیونی من دیدم سال 57 بردن از ایران من نمیدونم نمی نمی مثلا عدد رو نمیدونم یعنی یه سوال دیگه که داشتم اینه که مثلا رو نمیدونم این عدد رو من یه همچین عددی دیدم میگم اینم باید واقعا به نظر من هیچ خانواده سلطنتی حق نداره پول مردم رو ببره هیچ شاهی لیاقت این رو نداره که پول ببره یعنی به واسطه کاری که داره میکنه اونجا کاری که داره, داره میکنه اون اونجاست به خاطر جرم و جنایتی که کرده اون بالاست به زور حکومتش رو نه اصلا فکر کن هیچ دیکتاتوری اصلا شاهو ولش کن هیچ دیکتاتوری حق نداره هیچ حکومتی که بر اساس دیکتاتوری داره حاکمه هیچ وقت حق نداره که اموال مردم ببره چه کمونیست باشه چه شاه باشه چه, چه اسلام باشه داره باشه نه. به واسطه دیکتاتور بودنش اون پول رو درآورده و خب این آدم این این همه سال حالا خیلی بحث دیگه چیز شد این همه سال اینجا بوده توی اون رزومه من ندیدم این آدم کاری انجام شغلش چی بوده اه اه محمد رضا الان نمیگه نه نه پسر نوه چی میگن بهش الان نوه دیگه رضا پهلوی دیگه بابا با خدای انسان واسه خودش ما مهاجرت کردیم اینجا همه ما یه کاری از شغل این آدم چی بوده ببین خب به هر حال سیاست مداره حالا یعنی مثلا دیجاب به نظر من اگه قائل باشیم که یک شغلی به عنوان سیاست مدار وجود داره و قائل باشیم که این آدم هم سیاست مدار هستش خب حالا من واقعا چون نه عداد میدونم نه خیلی کنکاش کردم در مورد این که چی بردن چی, من... چی نبردن این سالها چقدر از منابع مالی خودش واسه کارهای مختلف استفاده کرده من اتفاقا یکی از نقدایی که خودم داشتم به خصوص سر همین تجمع فرانسه و بعد این تجمعی که 20 فوریه قرار در بروکسل اتفاق بیفته خب می بینیم دیگه همش همه آدما مثلا پیگیر این هستن که کمک مالی بکنن ام. ام مثلا خودشون هم اگر فوریه 20 فوریه نه 11 فوریه کلا جهانیه آها. برای همین موازی با 22 بهمن 20 فوریه میرن بروکسل برای, برای سپاه. همون سپاه آه هم 11 هم 20 بله 20 چند روز بعد از استراسبورگ اتفاق افتاد برای این بودش که گفتن که حالا بعد رای رایگیری بشه به خاطر مسئله اینم میشه روش من چون واقعا انقدر اطلاعات مختلف اومد گم شدم که الان کجای این پروسه هست این باش اینم توضیح حتما, این هم حتما. حتما. چون همش صحبت سر این بودش که خب مثلا کمک مالی بشه کسایی که خودشون نمیتونن برن حضور پیدا بکنن مثلا حداقل بلیط بخرم برای آدمایی که داخل اروپا هستن بتونن سفر کنن چون به حال اتفاق خیلی مهمیه من همون موقع خودم یه دون توییت نوشتم خیلی هم نقدم کردن که تمام کسانی که الان به عنوان سران اپوزیسیون شناخته شدن شناخته شدن یعنی اینی که من قبولش دارم اون یکی اون یکی قبول داره نه اینا سران اپوزیسیون هستن اسامی که اومده بالا خیلی خوبه که نمادین به خصوص کسانی که به منابع مالی بیشتری دسترسی دارن بتونن که خب حداقل از نظر منابع مالی مالی اینو تمین بکنین و این حرفا که خب حالا خیلی نقدای زیادی شده این حرفا ولی میگم راجب اینی که چقدر منابع در اختیارشون هست و طی این چلو چهار سال چه کارهایی با اون منابع کردن چون اطلاعاتی ندارم واقعا حرفی هم نمیزنم دو دفعه تو جملاتت حالا فقط اینو میگم به خاطر اینکه دلم میخواد که حالا نظر خودم هم گفته باشم راجبه حامد اسماعیلیون و اتفاق برلین که گفتی ببین به هر حال خود سازمان خانواده های بازمانده اونا منابع مالیشون از طرف مردم داره در واقع جایف میشه و من برلین فکر میکنم که همون موقع نوشتن که چقدر مخارجش شد همون موقع نقص شد بهشون که چرا شفاف سازی نکردین برای اینکه بعدش سر تجمع شاسبورگ آقای آخوندی آمد و کاملا یعنی این ویسی رو که برای اون مراسم خرج شده بود دونه به دونه نوشته بود که به نظر من خیلی هم کار جالبی بود سمسم چقدر شده بود واقعا عددش شدم ولی یادمه که هلوهش نصفش رو خودش از جیب خودش گذاشته بود بله الان میتونم داریم صحبت میکنیم برای, برای, برای حتی اون یکی, یکی میخوام هر کدوم از اینا معمولا چقدر برای برلین که صحبت میلیونی بود دیگه فکر میکنم به خاطر اینکه اون جمعیت و بعد خب یک هیئت خیلی بزرگی از آمریکای شمالی سفر کرده بودن به اروپا اساس بوک هم خیلی کوچیک‌تر بود ام. هم خیلی فورس ماژور اتفاق افتاد و بعدم اطلاعاتی که من دارم بیشتر آدما از داخل خود اروپا سفر کردن به اونجا ام. ولی خب برای برلین ما نزدیکان خودمونم. مثلا رفتن دیگه همه ای اینا در واقع بخشی از اون خزینه میشه که واسه اون اتفاق بعد احتمالا به خاطر امنیت سازیش خیلی خرج بعد میکردن ام. همه این حرفا ام. این میخوام بگم که این شفاف سازیه به خصوص وقتی به منابع مالی میرسیم که یکی از اون به نظر من نقاطی هستش که آدما همیشه نسبت بهش حساس هستن یعنی توی زندگی روزمره هم مردم توی این خرج و مخارج زندگی روزمره شون اینی که شفاف باشه که این پول کجا رفت فلانی چی کار کرد توی یه دونه کمپانی اصلا فکر کن ده نفره این توی اشل خیلی بزرگتر خیلی هم به نظر من هم مهمتره و هم شفاف سازی در موردش خیلی کمک میکنه به اعتماد سازی مردم که خب من احساس میکنم که اپوزیسیون ایران هیچ وقت این کار نکرده چه از همون 44 سال پیش اگر حزبا و احزاب و افرادی بودن که داشتن مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی منابع مالیتون از کجا میمده ببین چقدر صحبت پشت سر رسانه هاست الان منابع مالیتون یکیشون میگن از عربستان میگیرن به یکی که میگن نه اصلا طرف جمهوری اسلامی داریم مثلا تزریق مالی میشی این شفاف سازی واقعا میتونه به اعتماد سازی مردم کمک بکنه و اتفاقی که نیفتاده من حداقل ندیدم توی هیچ کدوم از این مواردی که اس بردم به غیر از اون این علیرضا خوندی این اتفاق بیفته و خیلی هم ناراحت کننده است چون یکی از اون مواردی هستش که من فکر کنم مردم میتونست خیلی خوب دلشون رو قرص بکنه به اتفاقی که داره میفته یه نکته دیگه من بگم یادم توی حرف قبلیم یه چیزی که برای من ارزش داره که رضا پهلوی به نظر من درست انجامش داده تا الان این استمینایی که داشته ببین خیلی سخته تو 44 سال واقعا باشی و مثلا بخوای بجنگی حداقل اسمت باشه اون بودن در واقع توی این بحثا و حالا صحبت کردم علیه جمهوری اسلامی و حالا مصاحبه کردن سالی یه هر چیزی ها واقعا انرژی بره یعنی من خودم الان دارم نگاه میکنم نسبت به اوایلی مثلا چهار ماه پنج ماه پیش واقعا تحلیل رفتیم از لحاظ فکری که بخوام مثلا دنبال بکنم همه چیز رو چه میدونم تو توییتر باشم این بر باشم اون بر باشم یه سخت بوده برام این برای من خیلی سخته که فکر کنم یه نفر 44 سال به قول خود از روز اول چیز بوده دیگه مخالف بوده و مخالفت خودش هم از روز اول اعلام کرده بوده یه سری کارایم تو این 44 ساله 100 درصد سال انجام داده مصاحبه با چیزای مختلف بوده به قول گلان سیاست مدار بوده و این من خیلی سخته من به نظر هیچ وقت خودم نمیتونستم به قول تو اگر 160 میلیون یا ها هر چقدر یک میلیون دلار برده باشه میگم پولام برداشتن دیگه 160 دیگه... میلیون برده نه یه میلیون نه،, نه, میگم به قول تو 160 میلیون حتی اگه یک میلیون هم برده بود میگم آقا من پولام برداشتن دیگه حالا حالا دیگه من یه چیزی عد س... کنم سالم جنگیدم دفن. من حالا الان که بیشتر در معرض اخبار هستیم و این حرفا بس. خوبی؟ کار جمهوری اسلامی کن, سارفه کن. پول گیرت میاد <تصفح> آب بخور من فکر می کنم که حالا تیکه های اخبار هایی که تا این سال های اومد بیرون و یادم میاد من پارسال اصلا این اتفاقات هم نیفتاده بود نمیدونم سر چه مسئله ای بود یه همچین توییتی نوشتم که اینقدر از طرف سلطنت دوستان حمله شد بهم که چند روز مجبور شدم اکانت اون ببندم اینو نوشتم که مثلا من اگر جای یه کسی مثل رضا پهلوی بودم با این همه فرافکنی که بر علی هم از طرف یه حکومت میشد و بعد حرف هایی که در رسانه ها بر علیه هم زده میشد شد علیه خانواده <applause> چون موقعی که هم علیرضا پهلوی فوت شد و بعد خواهرشون هم خودکشی کرد من الان که میرم مدلی که رسانه ها برخورد کردن که خیلی جشن گرفتن خیلی <applause> اومدن به فرای پهلوی گفتن که این اتفاق این بلا به سرت اومد و حقت بود <applause> من با خودم فکر می کنم که واقعا تو این میدونی این فرسایش شاید منم یعنی میخوام موافقت کنم باهات که یه جایی دقیقا هم توی تمین بود یه جایی با خودم میگفتم که وا, بدم دیگه نه ملت منو میخوان تازه جشنم میگیرن هر اتفاق ناگواری که میفته دیگه خب این چه کاریه که بعد خیلی بهم به حمله شد و گفتن کی گفته مردم نخواستن دوستان همگی تیپ های مختلف چشمشون رو بر حقایق مثل اینکه توی بازه های زمانی حالا فقط میخواستم این رو بکنم که آره منم باید موافقم و به نظرم میاد که کار سختیه ما خودمون الان تازه هیچون منو نه سرانه اوتو اپوزیسیون هستیم نه اسامی خاصی داریم ولی همین بودنمون در شبکه های اجتماعی همین پادکستی که داریم توی جایگاهی قرارمون میده که خیلی هم میتونن خیلی حرفا بهمون همون بزنن خیلی هم میتونن به چالش بکشوننمون و خب این این در واقع این یه لوپی هستش که هی مدام آدم داخلش میفته و میتونه خیلی فرسایشی باشه من حالا راجعه فرسایشی بودنش نظری ندارم اصلا چون مقیاسی دست من نیست که ببینم اینا چقدر تلاش کرده من نظری روی نمیدم ولی این داستان وکالت حالا یه بحثی هم که بین خودمون شد با امیدم من صحبت کردم با چند نفر دیگه هم گفتم این بود که اگه این سایبری های جمهوری اسلامی که همه جا هستن و تلاش میکنن منحرف کنن سایبری توی... زلام. توی آره گوش میدید سلام توی خوشخیالانه ترین رویاهاشون هم نمیتونستن ترهی رو تصور کنن هم. به نظر من که اینقدر بتونه در واقع جنبش رو چنگانه بکنه هم. یه جاهایی من پیش خودم شبا که فکر میکنم میگم مثلا رضا علوی نکنه سایبری بود یه همچین حرکتی زد چون تا قبل اون ما هیچ چیز به جز اعتلاف و شورا نمیشیدیم یه ها گفت بیایید مثلا وکالت بدید و دو دستگی از اونجا ایجاد شد ما دیگه بین خودمونم شروع کردیم بحث کردن این هم یه نکته که کاش حواستمون باشه یعنی اونا اگه میخواستن هم نمیتونستن انقدر خوب اون یه میلیون رعیی که به پتیشن سپاه دادن آه. سپاه دادن رو کردن 500 هزار تا شد به چیز دیگه یعنی نصف اینجا ریخت اونا اگه میخواستن هم نمیتونستن همچین کار بکنن ولی حالا بر اساس گذشته نخوایم نظر بدیم 500 هزار نفر بهش رای دادن به من خیلی دوست دارم ببینم نتیجه این چیه یعنی کسی که اومد اون حرف زد گفتش که من نیاز به مشروعیت دارم 500 هزار نفر ببینیم از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته به حال زمان خودش خیلی چیزها رو مشخص میکنه متاسفانه در مورد ماهیت و مشروعیت جمهوری اسلامی کم کم چهار سال طول کشید به این نقطه ای که امروز ما پنج نفر نشستیم راجبش صحبت میکنیم میرسیم من امیدوارم که نخواد یه 44 سال دیگه باشه چون به نظرم نه مملکت نه ملت اصلا ام، ندارن دیگه این توانمندی توان نه توان وجود نداره که بخوایم چهار دهه دیگه جمهوری اسلامی رو داشته باشیم توی مملکت چون وقتی که مملکتی نیست که چه ما به جنگیم براشون چه داخل ایران مردم خون بدن بابتش و ف... با این چیزیم که تصویب کردن دیگه فکر نکنم نا. واقعا <applause> <تصفح> نیست دیگه من فقط <تصفح> واقعا نیست امروز نمیرسیم به اون آها نمیرسیم خب فکر کنم ام... با... <applause> یه چند منو با... سات... صحبت آره کنیم آره ما این اتفاق داره برام هم میفته <تصفح> همه دل پوری داریم میایم راجبه یه تاپیک صحبت کنیم اون مسائل دل پوری ما کل یه جمله بگم دهه 60 بسیار دهه سیایی نه اینو هفته فکر نه تو این بگم که فقط منتظر یک اپیزود بسیار ناراحت کننده باشیم برای هفته آینده یه چند تا مطلب دیگه مونده حالا ترامپ آخر بگیم تصویری که ایمان گفت رو می‌خوایم راجعش صحبت کنیم چی اون که گفت اینی که تصویب شد نه همین که مسئولیت قضایی و این هفت نفر که م. تاراج کنن مملکت ها رو گفت نه آره اینو گفتم ولی در مورد آر جی سی هم گفتم بگیم آها اونو الان گلناس قرار توضیح بکنم من قبل اینکه بریم روی تاپیک بعدی چقدر این برمش چقدر این قربه باسم نه 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 من خطا اومدم یه جوره چیز همه با مزه بود بگو نظر خودمون در مورد همین صحبت هایی که شد میخوام بگم در مورد وکالت دادن و اینها یه جایی رسید که منم واقعتش مثل کارون دلسرد شده بودم یعنی حس می کردم که خیلی یه دو دستگی ایجاد شد و اصلا حس میکردم ما داریم بازی جمهور اسلامی رو پیش میبریم. بریم مایی که حالا ماه توییتر و ما اینجور فضا ولی از اون تایمی که اونجوری فکر می کردم تا الان که حالا یکی دو هفته پیش بود یه ذره بیشتر حالا به سمت مثبتی ذهنم رفته به خاطر اینکه به نظر من کلمات و معنی های اونا خیلی خیلی موثرن حالا منظورم اینه که الان توی این چلو چهار دقیقه شده نمیدونم هیچ کدوم ما از لفظ شاهزاده استفاده نکردیم همون گفتیم رضا پهلوی اصلا شاید من میتونستم بگم من که خود رضا یا اصلا رزا. شاید من شاید من دوست داشتم اون لفظ رو استفاده کنم فهمم. یا ایمان دوست داشت شما دوست داشتید و اون 500 هزار نفری هم که رأی دادن وکالت دادن شاید نصفشون اصلا بگن رضا به این شخص من به نظرم این نکته مثبتیه میدونیم که به هر حال ما تو خود ایران هم یه سیستمی بود که اسم طرفا که هم بگن دو خط قبلش حضرت آره چیز میگو ما یعنی از اون بکراند میایم و اون آشناییم با اون ولی الان به, اونجا به اونجایی رسیدیم که آقا ما توی این جمع حالا هیچ چیزی نداریم سر اون شخص که برامون یه بوتی باشه و چیز باشه حس میکنم ما ما مردم عادی واقعا باید دنبال اون دیسنترلایز بودن این اتفاقات باشیم یعنی داد بزنیم یه جایی که هایی که هستن مثل حالا کانال اخبار و اینا این داستان رو هایجک نکنن یه شخص نیاد این کار رو هایجک نکنه این اسمایی که هست به نظرم مثبته ما باید مثلا یه جایی که برسه بریم آقا مثلا فلان اسماعیلی اون نمیدونم نازنین بنیادی چرا داره کار رو ما پهلوی ای این کارو میکنه مثلا حس میکنه ما مردم ها عادی باید ادامه بدیم به این دادخواهی, دادخواهی و دیسنترالایز بودنه و اینو از دست ندیم من یه نکته میتونم بگم صد در راجع به حالا این منصب و تایتل که گفتی خیلی جالبه این یکی از چیزایی که مردم توی شبکه های اجتماعی میان به هم حمله میکنن راجع همین لفظ شاهزاده است ام. که بگین یا نگین خب من اصولا همونقدر که وقتی دارم صحبت عادی می کنم در مورد نه نفر میگم مثلا خانم دکتر فلانی یا مثلا ام مرز. با منصبش بخوام بشناسم در صورتی که حالا اینم با است من مادر بزرگ خدا بیامرزم به من میگفتش این همه درس خوندی کاش یه جوری میخوندی که یک تایتل هم واسط میومد برو یه دکترا بگیر حداقل این به قول تو ما از از همچین پیشینه ای که خیلی هم حالا من در مورد مادر بزرگم میگم پدر مادرای که جوونن نسل خود ما الان همینطور هستن حالا اون خدا بیامرز که یعنی اگه زنده بود صد خورده سالش بود خدا بیامرز مرسی ولی میخوام بگم که آره من به نظرم حداقل سه خود من اون کلمه شاهزادم منصبه یعنی من در کنار همون لفظ دکتر استفاده میکنم و خیلی جالبه که ولی بعضیا حالا اینم واقعا دلم میخواد بگم بعضیایی که خیلی هم قائل هستن به اینکه از این لفظ یعنی همین یک کلمه شاهزاده استفاده نشه اون کسانی هستن که وقت مثلا هویت خودشون از منصب دیگران هم میگیرن حالا مثلا ما اینو توی ایران خیلی زیاد داریم که مثلا همسر یه نفر به اسم خانم دکتر حساب میشه من چون این بحث رو با یه خانمی اتفاقا داشتم توی توییتر کسانی که ماهیت خودشون رو دیگه از دیگری هم میگیرن ما, ما, با یه همچین پیشینه و این یه خورده به نظر من یه حالت دوگانگی ایجاد میکنه که اونجایی که اون و خودمون میخوایم به نفع خودمون هست این در واقع خواستگاه اجتماعی این اتفاقی که داخل اجتماع میفته این فرهنگ خوبه ازش استفاده کنیم جایی هم که دیگه به نفعمون نیست کلا بعد میخوایم حذفش بکنیم من حالا اینی که گفتی که از این دست استفاده نکردیم من شخصا واسم این بودش که وقتی که داریم صحبت عادی میکنیم توی مثلا یه جایی که الان ما خیلی خودمون داریم صحبت میکنیم لازم نیست بله این شخص اگر که میخواد بره یه سخنرانی بکنه در مسیر همون منصبی که داره به نظر من تایتلش باید گفته بشه کما اینکه من توی خیلی از رسانه های آمریکایی سر همون رزومه ای که از رضا پهلوی نوشته بودن خیلی جاها دیدم نوشتن مثلا مثلا the Prince of iran یعنی اینو مشخصا نوشتن که احتمالا البته یه مثلا پیشینه هم به مخاطب بدن که چرا صحبت این شخص بعد براتون به عنوان مخاطب غیر ایرانی مهم باشه به خاطر اینکه مثلا خب پدر شاه بوده خودش هم مثلا شاهزاده است و این حرفا ولی جالب بود این چیزی که گفتی و من قبول دارم به نظر من اگر که ما داریم میگیم که این یک انقلاب مردمی هست این دل سرد شدن و اینی که پیگیری نکنیم اینی که حرفمون رو هی بخوریم فقط آخرش دودش تو چش خودمون خواهد رفت چون اگر اپوزیسیون پشت صحنه هر کاری دارن میکنه هر صحبتی دارن میکنن که ما الان نمیدونیم چه اتفاقاتی داره میفته ما فقط همون داد رو بعد آره ادامه بدیم حالا فر... فرزاد گفتش که ناامیدی اتفاقا من خیلی به این قضیه امیدوارم به نظر من این اتفاقی که افتاد درسته یه انحرافی رو ایجاد کرد نه نه آها. درسته که یه انحرافی رو ایجاد کرد ولی همین بحثایی که حداقل توی جمع خود ماها شکل میگیره این باعث شد که باعث روشنگری میشه یعنی ما الان حداقل حواس حتی مثلا شماهایی که حالا ایمان من نمیدونم شما موافق بودید یا نه اه... که موافق وکالت دادن بود اه... وقتی که این بحث ها شکل میگیره توی ذهن خودش این مطلب هستش که باید حواسمون باشه این یه نفر بالا نمونه. باید یه شورای در نم... این نظر من خیلی مثبته. ممکنه یه قهر موقتی ایجاد کرده باشه توی جنبش ولی به نظر من در درازمدت تمام این بحث‌ها برسای مثبتیه. به خاطر اینکه هیچ چیزی مثل داشتن یک دشمن مشترک آدم‌ها رو دور هم نگه نمی‌داره. همون هیت... چیزی که جمهوری اسلامی 44 سال با این تئوری توته استفاده کرد تئوری تو آمریکا اسرائیل دشمنه دشمن. چون همیشه به یه دشمن نیاز با. بارها ما راجع عربستان تمام همیشه. هم هر کشوری اسرائی... که تو دنیا همیشه. هست دیگه به غیر از فلسطین لبنان همه آره. آره. و ما همه ما یه دشمن مشترک داریم شما میرید به سمت راست من میرم به سمت چپ یکی میره وسط خیلی فرقی نداره و اینا به نظر من میگم قرار موقتیه ولی هلا. در دراز مدت حتما به ما کمک خواهد کرد و بدون شک این حالا خارجه میگن هاوس آف کارت یعنی یه بنای خیلی متزلزلی که با هر تلنگاری ممکنه بریزه این بنای متزلزل جمهوری اسلامی خواهد ریخت زمانش رو هیچ انسانی تو دنیا نمیدونه بعضی البته میدونن پیش ها کردن. کردن آره ولی این خواهد و من باور دارم این ماها رو بیشتر کنار هم نگه میداره ببین یه سری آدم ها هستن که خیلی تندرو ان آدم های تندرو هیچ وقت توی هیچ ائتلافی توی هیچ م... میدونم آره نه تو اصلا از اینجوری هم. نه من سوزی میدم یه سری آدم میره یه سری آدم هستن که آدم های تندرو آدم های تندرو معمولا توی هیچ کار تیمی نمیتونن مشارکت کنن چه شما دارید پروژه سر کار انجام میدید چه توی دانشگاه چه الان کار سیاسی میکنید این مباحث باعث میشه که آدم تونجوها به نظر من قربال بشن این وسط صد درصد یه سری سلطنت طلب وجود داره هم. که هیچ وقت خودش رو آپدیت نمیکنه این و... از دوور میخوام بگم اینو بگیریم راست اونور ممکنه یه سری نمیدونم چپ نمیدونم مارکسیستی استالینیستی نمیدونم فلانی وجود داشته باشه که نمیخواد خودش رو آپدیت کنه این حرکت باعث میشه که تندروها فاصله بگیرن چون با در نهایت اعتلافی با تندرو شکل نمیگیره ولی آدمایی که متفکرترن و حالا میتونن خودشون رو بیشتر به طیف میانه نزدیک کنن به نظر من در دراز مدت میتونن این اعتلاف رو شکل بدن و کار رو پیش ببرن حالا من اینو بگم اوایلی که این قضیه وکالت به وجود اومد در واقع صحبت شد در موردش من خودم اون در دیکتاتوریو رو من نمیپذیرم حالا چه میخواد شاه باشه چه میخواد این که جمهوری اسلامی که الان هست باشه اینا ولی کسانی که داشتن در موردش صحبت میکردن من میفهمزاد پنداری میکردم باشون که بعضی ها میگفتن ما آستانه تحملمون پایین تره یعنی یه سری آدما واقعا آستانه تحمل بالاتری دارن که صبر کنن میتونن حالا بیشتر تو این جنگ باشن میتونن بیشتر به جنگ میتونن منتظر باشن تا بقیه اطلاف بکنن میتونن منظر باشن که احزاب شکل بگیره این چی میگم مهم. بعضی از آدمای آسانی آستانی رو دارن ولی بعضیا واقعا یا ندارن و به اولین راه حلی که ممکنه جلو چششون بیا چنگ میزنن حتی به واسطه اینکه اونم قبول نداشته باشن. حتی اینم کمون که اونم قبول نداشته باشن صد درصد ولی اگر که قراری یک قدم به اون قدم نهایی که ریختن جمهوری اسلامی است نزدیکشون بکنه حاضرم به این تم بدن <applause> میشین من با اینا همزاد پنداری میکردم من خودم شاید صد درصد موافق دوران شاه نباشم که اگر طرف دیکتاتور نبود و آدم خوبی در آدم بدی نبود این اتفاق انقلاب شکل نمی گرفت حالا درسته که هایجک شده انقلاب درسته که از اولش اینطوری ریزی نشد انقلاب خیلی مترقی بود اون موقع هم احوالش. ولی این اتفاق نمی افتاد فقط اینم خواستم من بگم هفته دیگه بیشتر در صحبت میکنیم واقعا انقلاب هایجک نشد به نظر من یکی از اون اطلاعات اشتباهی هستش که طی سالها به ما دادن و من فکر میکنم این بابت اون خجالتی بودش که گروه های م... که مشارکت کردن توی انقلاب برای اینکه خودشون رو از اون تبرئه بکنن از اون اتفاقی افته حالا هفته دیگه بهش بیشتر میپردازیم چون خیلی طولانی میشه ولی من وکالت ندادم به خاطر اینکه م... کلا اصلا نفهمیدم چرا راستش اون صحبتایی را هم که گفتن که خود رضا پهلوی گفته که مشروعیت میخوام نشیده بودم یه حد دیدم فقط یه کمپینی درست شده وکالت میدهم 24 ساعت بعدم که وکالت نمیدهم و بعد اصلا بیشتر نشستم عقب که ببینم چه اتفاقی داره میفته ولی یه چیزی که میخواستم بهتون بگم نمیدونم شماها صحبت های مثلا مثل امثال نوری زاده و سازگارا و اینا رو گوش میکنین یا نه یا آره از اول تقریبا این خیزش موقعی که این در واقع افراد اسمشون اومد بالا همه کسی که این اپیزود در موردشون صحبت کردیم اونا همشون خیلی پرو رضا پهلوی بودن خیلی ادبیات سریع هم داشتن که یکی از تنها تر... تنها گزینه هاست به خاطر اینکه اصلا اومده جلو همیشه هم مخالف جمهوری اسلامی بوده و خیلی هم سراحتا داره میگه که م... من میخوام تو این اطلاف باشم اون موقع صحبت اطلاف بود هنوز حالا خیلی جالبه چند روزه حالا نمیتونم بگم مثلا دقیقا چند روزه ولی لحن عوض شده حالا نمیدونم صحبت های اخیر اگه گوش داده باشین این لحن از این که این شخص بیاد جلو به عنوان یک فرد یه خورده عقب نشینی شده نسبت به اینی که نه خب پالین هم کار درستی خیلی نیست که ما بخوایم یه شخص رو مثلا پروموت بکنیم و این حرفا اتفاقا خود سعید حافظی هم اسمشون رو درست دارم میگم دیگه خبرنگار که گفتن که اصلا اون وکالت میده هم و اون شروع کرد کمپینشو مهمان برنامه بود داشتن صحبت میکردن با هم دیگه من حالا فقط نظر خودم میگم چون نظر مخالف منم زیاد بود موقعی که داشتیم با دوستان صحبت میکردیم من احساس میکنم که و یعنی شاید هم یه دارم به خودم امید دیم. احساس میکنم که این شیفتی که اتفاق افتاده دقیقا از طرف خود سران اپوزیسیون دیگه داره شروع میشه اینی که رضا پهلوی بارها و بارها خودش گفته من نمیخوام شاه باشم و هر اتفاقی هم که بخواد بیفته در قالب یک شورا یک اعتلاف بعد اتفاق بیفته من احساس میکنم که همون چیزی که همیشه همه میگفتن که آقای پهلوی شما اگر که مخالف صحبت هایی هستی که مثلا طرفدارانت میان توی رسانه ها میکنن بیا سراحتا بگو من فکر میکنم که حالا خب به هر حال طرفدار توییتر که یه شخص عادی هستش اونقدر شاید حرفش برشی نداره که مثلا یه نفر مثل نوری زاده یا سازگار رو که رسانه در اختیار دارن و این از, از اون تاریخ شاید داره تذریق میشه که بابا ما تا امروز اینو میگفتیم ولی خواستگاه الان عوض شده چون شیفته خیلی به نظر من بارز بود در مورد اینی که که حالا البته خیلی مخالف من هستن دیگه نه نکنه که دوباره همون اتفاق پنج و هفت داره میفته چون خب همه این آدم ها آدمایی هستن که از سالیان دراز هستش از همون زمان دارن فعالیت سیاسی میکنن خب توی بدنه این اتفاقات بودن و این حرفا من یه همچین برداشتی داشتم و همون نقطه امید است یه جایی دیدین که آدم ناامید میشه بعد یه چیزی بشتر. پیدا میکنه میگه نه این هنوز تموم نشده تموم که نشده صد درصد منظورم به اون در واقع توی مسیر حرکت مسیر برگشت نیست رو به جلو هنوز این هم گفتم که بگم این مفهوم حالت فلاسفه هم توی همه مفاهیمی که مطرح میکنن دیالکت هگل اگه اشتباه نکنم اینو سالهای دور خوندم اگه دارم چرت میگم ازتون عذر میخوام ولی میگن یه تزی مطرح میشه همیشه در مقابل این تز یه آنتی تزی مطرح میشه تز اینجا میشه وکالت میدم آنتی تز میشه وکالت نمیدهم در نهایت یه سنتزی مطرح میشه مم. که این دوور رو در خودش جا میده این اگه واقعا به این سمت داریم میریم این اون بود مثبتی که من گفتم ممکنه اه. یه قهر موقتی باشه ولی این در نهایت منجر میشه به اون پیشرفت آره صد در صد مسیر از اطلاف میگذره امکان نداره ما به یک رهبر نیاز داشته باشیم که دیدیم خروجش چی میشه تمرکز قدرت فساد میاره بدون شک چه تمر... متمرکز بشه روی رهبر مذهبی مثل خمینی چه متمرکز بشه روی ایدئولوژی مثل مثلا نظام های کمونیستی کره شمالی حالا ایمپلمنتیشن بعد چین ایمپلیمنتیشن یه ذره بهتر چه متمرکز بشه روی شاه تمرکز قدرت قطعا فساد میاره و ما نیاز داریم به اون شوراه حالا به هر شکلی که تشکیل بشه ولی تشکیل میشه قطعا در مورد سازمان تروریستی سپاه میخوام بگم آره حتما بزنید. خب تا اونجایی که اون تجمع استراسبورگ اتفاق افتاد که در جریان این دیگه قرار بودش که صحبت سر این بودش که از ام، ام، چی چی بهش میگن یونین ببخشید اتحادیه پری انگلیسی یادم رفته بود تو اون وضعیت دراماتیک حالا الان فارسی فارس. اتحادیه اروپا خواستن که سپاه جمهوری اسلامی رو یادمونم باشه کلمه ایران توش نیست سپاه انقلاب جمهوری اسلامی رو بذارین توی لیست تروریزه اتفاقی که افتاد اون موقع مثل اینکه رای من هر جا دارم اشتباه میگم چون انقدر دیگه اتفاقات پشت سر های. هم میفته لطفا بگین اون مقاله که هنو لندن گفت 1315 یه نفر این تو نگفت اشتباه میکنم از ما چه دفعه بعد دوباره بعد بیاد کنم نه اون موقع, موقع این اتفاق نه لندن که افتا... <applause> 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 گفتن که مثل این که یه مرحله اولش این بود که اساسا این در واقع به عنوان یک تاپیک بررسی بشه در اتحادیه اروپا بعد اتفاقی که افتاد اون حالا 11 فوریه هم میخوام همینجا برات توضیح بدم همون روز یادم میاد که هنوز دوستان فرانسه بودن صحبت این شدش که به یک در واقع تجمع سراسری دیگه روز 22 بهمن به موازات با اون احتمالاً تجمعی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده لازمه که ما در دنیا داشته باشیم در مخالفت با جمهوری, جمهوری اسلام. اسلامی که من یادم اون روز صحبت پاریس شد و بعد واشنگتن من چون توی گروه تجمعات واشنگتن هم هستم و بعد الی دو هفته اخیر اتفاق افتاد که گفتن که برای مثلا سمت غرب آمریکای شمالی هم الی رو در نظر گرفتن بعد از واشنگتن بهتر بود دیگه بریم یه جایی واشنگتن هنوزم هست بله. بله خب, خب ایرانی, داره ایرانی زیاد داریم به خاطر الهی ال... ال... به خاطر جمعیت ایرانی شده لاجستیکی به نظر من یکم سختی آخه واشنگتن تو میری مثلا جلوی یه مرکز سیاسی مهم من مثلا ما هالیوود بایستیم یا من فکر میکنم که من واقعا در الف بای این کار نیستم ولی فکر می که یه جا فکر... یعنی یه جا به این رسیدن که جمعیت مهمتره یعنی ما جمعیتی که میخوان نشون بدن در برابر اون جمعیتی که داخل ایران اینا میخوان با ساندیس و اینا ببرنشون وسط خیابونا خب اهمیتش بیشتر آره دیگه همین کارو میکنن دیگه فیلم ها در میاد فیلم های سال پیش هم هم همستن 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 میکنن استاد بعد 20 فوریه که از طرف علیرضا خوندی و دریا سفری و دو نفر از آدمای حزبای خودشون دوباره در واقع گفتن که بیاین توی بروکسل هست برای اینکه رأی دادگاه احتیاج اگه اشتباه نکنم رأی دادگاه اروپایی احتیاجه برای اینکه این که وارد این پروسه بشه که سپاه جمهوری اسلامی بره توی لیست تروریسم اتفاق ناگواری هم که افتاده این هستش که انگلیس اعلام کردش که ما این پروسه رو فعلا چون انگلیس یکی از اولین کشوره بود بعد از اینکه اون تبعشون کردن عباسی بود اسم فامیلشون اون آقایی که اعدام شد گفتن که ما بیرنان... بله گفت ما انجام میدیم جزء اتحادیه اروپا هم که دیگه نیست یعنی به عنوان یک کشور مستقل میتونست تصمیم گیری بکنه که فکر میکنم اه... پریروز بود این آه. بله اخبار اومد بیرون که گفتن ما فعلا برای اینکه بتونیم کانال های ارتباطی رو که ترس همه از این هستش که سر برجام بخوایم نگه داریم نمیتونیم نه فعلا نه نگفتن نمیتونیم گفتن فعلا این پروسه رو پستپون اینا باست. از تولید کره شمالی دوم میترسن اروپایی ها حداقل چیزی که تو ظاهر دارن ارائه میدن که اگه همه درا رو ببندن اینا دیگه میرن برای مثلا هسته ایش هست هم هستش همین که به هر حال 85 میلیون یک کشور 85 میلیونیه با کلی منابع یک یه لفظ میخواستم استفاده کنم یک حکومت چیز و خب من فکر میکنم که از دیدگاه من اگه حکومت یک کشور دیگه بودم اینجوری بهش نگاه میکردم خیلی متاسفانه من مثلا میبینم که به خصوص جوانتر همش صحبت سرینه که مگه نمیبینم چه جنایاتی جمهوری اسلامی داره میکنه متاسفانه مهم نیست اصلا دنیا اینجوری کار این بشر واقعا یک فقط مفهومیه که با سیاستمدارها برای منفعت خودشون اکثرند ازشون استفاده میکنن هیچ فقط تو حرف قشنگ بله هر موقع براتون سال شد برید شرط افغانستان رو ببینید بله. اونا رو آزاد کرده بودن بره. بعد دادن طالبان دیگه مه. اصل قضیه است اسلام ناب رو اونجا پیاده کردن خبرش هم تازه در من حامد کرزای واسه اینکه کرزای اشرف غنی اشرف از قطر صد چند میلیون دلار 16 است ساتو آره 50 عدد... 60 آره یه چیز زیادی پنج. صد خورده میلیون دلار از قطر گرفت که مقابله نکنه با طالبان موقع اشرف غنی آره. رئیس جمهور بود بره رفت همینجوری راحت یعنی هر موقع براتون سوال شد که کسی دلش به حال مردم و حقوق آره. بشر میسوزه ما میتونیم به افغان. سرگذشت افغانستان نگاه کنیم که 20 سال آمریکا اونجا بود به ظاهر حکومت دموکراتی داشتن آزادی داده شده بود به زنان برگشتن به زمان طالبان آره. و بدتر اما یه چیز دیگه هم بگم اون یه داستانی در اومد که گفتن مجلس تصویب کرد که الان دیگه همه خانوما که میخوان برن باید از سرپرست اجازه بگیرن به نظر من این پروپاگانداشون بود که حواسمون از این داستان تاراج اموال دولت پرت آره چون 24 ساعت بعدش هم یه جوری گرفت به نظر من اینا نمان. دیس اینفورمیشن ببین. البته بود البته حالا که... اگر که به دهش هست میرسیم امروز امروز دیگه نه 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 ولی سر من حالا خودم نگرانیم از همین بود بعد گفتن حالا تکسیب کردن سر هجاب هم همون سال 57 58 همین بازی رو در آوردن که اول مثلا اجباریش کردن یعنی خب خیلی نام سوسکی حرکت میکنن دیگه اول اجباریش کردن توی ادارات که خب بهشون یه دستاویز خیلی خوبی داد که پاکسازی بکنن زنا رو مثلا از مناسبی که داشتن و این حرفا و بعد مثلا تازه سال 62 بود اگه اشتباه نکنم که دیگه قانونی شد که یعنی مثلا در انظار عمومی هم زنی اگر بی حجاب باشه به 74 ضربه شلاق میتونه که محکوم بشه و این حرفا من هر قانونی که جمهور اسلام میخواد تصویر بکنه همیشه پس ذهنم میذارم چون یه جایی میگم خیلی هم معتقد نیستم که اینا از مجاری قانونی استفاده میکنن چون قانون شرع حرف حرف خامنه بقیه دستگاه هم همه هستن اونجا واسه دیگه این تاراج بیشتر و یه خورده فقط در واقع رسانه رو یه خورده پورتوم تراق کنن هیچ نقش دیگه ای ندارن برای همین اگر هم تصویب بشه من خیلی در واقع تعجب نخواهم کرد حالا اون موقعی که گفتن تکسیب شد گفتن نه همچین کاری همین خبرش که در من. یه توییت خیلی جالبی من خوندم نوشته بود که یه کسی توییت زده بود که مادر من منو مثلا خواهر برادرم بزرگ کرده اگه من نبودم بابام هم هیچ تو زندگیش هیچ کاری نمیتونست بکنه الان هم مثلا خرج کل خانواده رو میده اموال داداش هم که خارج از ایران هم مدیریت میکنه این آدم بخواد از کشور خارج چه باید بره از بابای من الان اجازه بگیم خبر که زیاده یعنی احساس میکنم ما بخوایم در مورد خبر اتفاقی که جمهوری اسلامی میفته صحبت کنیم سالها باید بشینیم اینجا صحبت کنیم یه خبرم بگیم که امروز صبح موسوی نامه داد بیرون که گفتش که قانون اساسی جدید لازمه و رفراندوم که الان واکنشات زیاد شده خیلی داغ روش که یه سری ها موافقن میگن دیگه حتی اینم عبور کرده از جمهوری اسلامی اینی که مثلا 88 رهبر اصلاحات بود یه سری ها هم میگن نه این دوباره بازی جمهوری اسلامیه که برای اینکه اینا رو نگه داره بعد بشینیم ببینیم این داستان چیه من یه نکته میتونم بگم بی به این بحث ولی میخواستم بگم یادم رفت یاد یکی از چیزهایی که در مورد اشخاصی که توی اسمشون توی اپوزیسیون هست الان واسه من جالبه و یعنی خودم به این خیلی فکر میکنم این هستش که هر کدوم از این افراد به غیر از رضا پهلوی در متن جمهوری اسلامی زندگی کردن هر کدومشون خب هر کدومشون سالهای مختلفی هم مهاجرت کردن من یه بحثی که با یکی از دوستانی که خودش حالا چپگرا بودن همون سالهای اول انقلابم از ایران خارج شدن داشتم این هستش که چون راستش جمله گفتن که خیلی به من سنگین تموم شد گفتن که اگر مردم میخوان پهلوی بیاد همون بهتر جمهوری اسلامی بمونه من خیلی این سنگین واسم تموم شد به خاطر اینکه همه کسایی که تو اون جمع بودیم به از ایشون هممون در دوران جمهوری اسلامی به حال زندگی کردیم و دیدیم یعنی از نزدیک دیدیم که چه جنایاتی اینا کردن چه حخوریایی کردن به حال کمابیش من فکر میکنم ترکش اینا به بدن هر خانواده ایرانی خورده نه. به یه سری آدم ها خیلی بیشتر مثل قربانیان دهه 60 به یه سریام حالا توی برها های مختلف به حال به یه صورتی من فکر میکنم یکی از جایگاه های مردمی که اکثر آدم قائل میشن واسه همه آدم های دیگه به غیر از رضا به اینم هست مثلا در مورد حالا حامد اسمانیون داشتی میگفتی خب اون بلایی که سر این خانواده ها اومد حامد اسمانیون به عنوان سمبلشون چون حال سخنگوی خانواده هام هستش اون همزاد پنداری است که صحبتش رو ایمان داشت میکرد خیلی هم به نظر من این میتونه یه جایگاه قویی باشه چون آدم احساس میکنن که این آدم مثل ماست قربانی همون دستگاه شده در صورتی که خانواده پهلوی هم قربانی همون دستگاه شدن اونا قربانیه ولی خب انقلابی شدن که مردم نمیخواستشون نه جمهوری اسلامی چون جمهوری اسلامی هنوز روی کار نیمده بود وقتی که حالا خانواده پهلوی از ایران خارج شدن خب من یه ذره لفظ قربانی رو فکر کنم صفت قربانی به خانواده پهلوی نسبت دادن یه ذره بی انصافیه اونا خودشون قربانی کردن و رفتن خب ما نم. می نه قبول دارم نه نه قبول همین هم دارم همینم دارم میگم دیگه ولی میگم که این کسانی که در دوران جمهوری اسلامی حالا یکی سه سال مهاجرت کرده یکی 20 سال اصلا مهاجرت کرده میدونن یعنی میدونن که برای چی دارن الان میجنگن و آدمای بیشتری میتونن همزاد پنداری کنن باهاشون چون فکر میکنن که این آدم واقعا از ماست من این تقریبا چیزی هستش که در مورد رضا پهلوی هیچ وقت نمیبینم یا کمتر میبینم حداقل اینه که آدما رضا پهلوی رو از خودشون نمیدونن <applause> و این به نظر من خب یکی از چیزایی هستش که جایگاه مردمی بقیه افراد اپوزیسیون رو من فکر میکنم این خود محکمتر تر میکنه آره دقیقا نه این آره تحلیل قشنگی بود اون حرفی که اون آدمان زده رو نمیشه تعمیم داد به همه که مثلا طرز تفکر نه 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 اون اید. که من به عنوان مثال گفتم نه اصلا میگم آره. همیشه آدم باید که حرف یه آدم به خودش نگاه بکنه ناخداغا آدم گایقا تعمیمش میده به اون مسیر فکری هم. خب یعنی به هر حال فکر میکنی خط فکریش شاید باعث شده که این حرفو بزنه ولی تعمیمش به همه افراد اون خط فکری نمیتونی بدی حتی به خود خط فکرم به نظر نه, 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 نه نمیتونی ولی نه به خود اون آدم میگم فقط میتونی تعمیمش بدی که میگم و به نظر من واقعا کسی هم که توی دورانی یه جا زندگی نکرده الان مثلا مثال میزنم ما از هولوکاست میتونیم صحبت بکنیم خیلی هم جنایاتش برامون اصلا ترسناکه آدم مثلا انگار یه, یه جوری میخواد انکار بکنه که این جنایات میتونسته توی بره زمانی باشه میرسیم بهش چون یه قسمتش در مورد دهه 60 همین اتفاق افتاده ولی خب اون واقعیت وجود داشته ما فقط میتونیم رو بخوریم به عنوان مخاطبین این جنایات کسی که تو اون جنایات بوده خانوادش تو اون جنایات بودن مطمئنا اصلا یه خط فکری دیگه ای دارن بله <applause> <applause> بله بل. همونجور که یه سریا توی جمهوری اسلامی زندگی نکردن ما هم زمان پهلوی زندگی نکردیم دقیقا, دقیقا؟ آشنا نیستیم که چی بوده فقط عکس بولوار کازینه رامسر در میاد به اون نمیشه استناد کرد بله رو برای من بفرستید تا آخر <applause> <applause> آقا دم همگی گم مرسی که تا اینجا برنامه رو به ما گوش دادید بعد به درد دلامون بیشتر گوش دادین اگر نظری داشتین برامون حتما بنویسید مناظره, مناظره <applause> کردیم بابا <ما تصفيق> مناظره 4 به 1 ما دفعه بعدی قول میدیم که 10 60 رو والا نمیگه اتفاقی آره آخه اتفاق. دیگه بیافت دیگه چی آره تازه خیلی هاشو نرسیدیم صحبت کنیم پهباد و فلان و زدن و... فکر کنم دفعه دیگه گلنا زمین زنه اگه من کاور نکنم تا بگم نمیاد خودتون آره. <تصفح> حرف <بزاریش. تصفح> حرف از دکتر فرهاد میسامی هم نزدیم آره اونم نزدیم در مورد من اول اولش میخواستم واقعا تسلیت بگم اتفاق بسیار بسیار دلخراشیه دلخراش از اون این کارهای کسافتی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده و واقعا دم همه آدمایی که دارن کمک رسانی میکنن چه حالا مالی چه اونایی که جانی یعنی دارن خطر میکنن میرن چون دیگه جمهوری اسلامی حساب مردم و واسه این که کمک دارن میکنن بسته مطمئنا کسایی که به عنوان فرد کمک رسان دارن میرن اونجا خطر دارن میکنن واقعا دمتون گرم مرسی این خویا گفت من یه سوال بپرسم من دوست دارم اون آدمایی که روی اون ماشین آبپاشی بودن که رفتن روی مردم خوی آب ریختن بعد زلزله من با اونا دوست دارم صحبت یه دور صحبت کنید اینا به چی باور دارن تو زندگیشون مثل خمینی بگم هیچی. نمیدارم. اطلاعی هیچ ندارم یعنی هیچ هیچ چه جوری تو به خودت اجازه میدی بری یه جایی که زلزله اومده و آدما تحت فشارن بری نداری. دیگه صفات انسانی نداری چه جوری صفات انسانی قشنگه دمتون گرم تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی